سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. منطقه غرب آسیا به کدام سو در حرکت است؟ قرار چی اتفاق بیفته؟ اتفاقات مثبت خواهد بود، منفی خواهد بود؟ میخوایم اینها رو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه حرفایی داده زده میشه. من سعی کردم گزارش‌های مختلف رو برای شما بیارم. شاید در مدتی که گذشته، در چند ماه اخیر، ما نزدیک 300-400 تا گزارش جدید آوردیم، با هم بررسی کردیم که اینها رو از بین تعداد قابل توجه تری گزارش که دونه دونه نشستیم مطالعه کردیم، بررسی کردیم، برای شما دوستان عزیز آوردم. این گزارش هم از یک پایگاه غیر ایرانیه اومده، به همین مسئله پرداخته. شباهت‌های بین آنچه در ایران داره رخ میده در کشورهای غربی قبلا رخ داده مورد بررسی قرار داده است. در نهایت رسیده به اینجا که عرب‌ها دارن توی این مسئله هوشیارانه بازی می‌کنن و اسرائیل هم سعی میکنه احتیاط انجام بده. عربا هوشیاری چی به خرج میدن؟ عربا فلسطینشون رفته، ایران داره با بچهای مقاومت میجنگه آزاد بکنه. هوشیاری چی؟ یک خاک به سر اینها و غیرت نداشته حکام بی‌شرف عرب. که حالا اینا رو به عنوان یه طرفی که تو این ماجرا میخواد اتفاقی براشون نیفته داره محتاط و هوشیارشون روایت میکنه. میخوایم گزارش با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. ابتدای گزارش به این اشاره کرده، گفته یک تصویر بزرگتر در خاورمیانه وجود دارد که کشورهای خلیج فارس در حال جابجایی به عنوان یکی از مشارکت کنندگان اصلی در توزیع قدرت در منطقه و در سطح جهان میخواهند باشند. تهران و ریاض راههایی را برای همزیستی مسئولانه در همسایگی خود یافتند. به طور کلی جهان عرب اکنون وارد دوره پسا آمریکا و پسا غرب شده است. دیگه نگاه اینا به مسئله آمریکا، منظورش بیشتر امارات و عربستان ندارن، عبور کردن، دارن میرن به سمت اینکه ارتباطات خودشونو با روس‌ها، چینی‌ها و کشورهای شرقی بیشتر کنن. عربستان سعودی اخیراً فیلمی ازش منتشر شده که اینا بچه‌هاشون دارن توی مدرسه چینی صحبت میکنن و به اصطلاح خودمون داره بهشون اصلا چینی یاد داده میشه تو مدرسه. من به یکی از دوستان هست گرم گفتم که به شخصه با آموزش هیچ زبانی به نسلهای بعدی مخالف نیستن، هرچی این بچه ها بیشتر یاد بگیرن. البته تو اون برش رو باید بلد باشی از ظرفیت اینا برای کشور خودشون استفاده بکنی، که ما اینجا ضعف داره سیستممون، ولی هرچی اینا بیشتر همه چی یاد بگیرن به نظر من خوبه، من استقبال میکنم به شخصه. اون تا یه لحظه شما تصور بکنید مثلا یه فیلمی الان از یک کلاس درس چینی در ایران در میاد، واکنشا چی؟ آقا ایرانو فروختن، آقا چینی ها بر ایران سوار شدن. درسته؟ کیا اینا رو میگن؟ همینایی که دست اصلی عربستان علیه کشورشون تا تو حلق ایناست، مشکلی ندارن با عربستان سعودی و اینکه اونجا این چیز آموزش داده بشه، مشکل ندارن. گزارش داره به همین اشاره میکنه، میگه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کشورهای عرب به این جمع‌بندی رسیدن که دیگه دوره پسا آمریکاست، دوره پسا غرب، باید توجهشون به این سمت بشه. همچنین این موضوع نشان از نگرانی ریاض از ادامه جنگ اسرائیل علیه غزه و نارضایتی سعودی ها از آمریکا به دلیل عدم فشار به دولت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش‌بس دارن. من نمیدونم واقعا مثلا ریاض همچین نارضایتی داره، من تصور نمیکنم این شکلی باشه. نه، سعودی ها اتفاقا آن چیزی که رخ داده است خوشحالشون میکنه. سعودی ها دست به دعا برداشتن رژیم صهیونیستی بتونه بچهای مقاومت رو، اونایی که در غزه هستن، اونایی که در لبنان هستن، اینا رو قلق و غم بکنه. اکانت های توییترشون دارن همینا رو میدن. دیدم یکی از این مجریانه، حالا برنامه‌شو با هم بررسی کردیم، یکی از این مجریانه فکر کنم مصری بود، گفته بود که فکر کنم این سایبریای سعودی که دارن این فوشا رو میدن و این مسخره ها رو میکنن و سنوار و اینا رو مسخره میکنن، میگه فکر کنم اینا خودشون هم خوشحال نیستن، چون بخشنامه است باید انجام بدن. حاکمیت سعودی خوشحال از این قضیه، من با این بخش از این گزارش هرگز موافق نیستم. اتفاقا برعکس، سعودی با خودش میگه زودتر اینا رو تمومش کن برن و زودتر غزه رو نابودش کن برن که دیگه کسی توی فلسطین نباشه، از مسئله کشور فلسطین حرف بزنه، ما بیایم عادی سازی کنیم. این برداشت منه، فکر کنم شما مسئله رو این شکلی ببینید. میگه عراقچی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه در ریاض حضور داشته، با ولیعهد این کشور دیدار کرده. در گزارش سعودی ها آمده که آنها درباره روابط دو جانبه تحولات منطقه‌ای همچنین تلاش انجام شده در این زمینه بحث کردند. در این دیدار وزیر سعودی، وزیر خارجه‌شون و مشاور امنیت ملیشون حضور داشته.
بعد گفته توی این گفتگوهایی که صورت گرفته خبرگزاری رسمی سعودی به این اشاره کرده که این دو وزیر، فکر کنم وزیر دفاع منظورشه و یکی دیگه از مقامات سعودی، گفته آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی را بهش پرداختن. روشن است که سعودی ها کاملا آگاه هستند که می توانند نقشی محوری در بازگرداندن آرامش و جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه ایفا بکنند. زمین زیر پای تقابل ایران و اسرائیل به شکل سیستمی در حال تغییر است. اینکه کشورهای عربی خلیج فارس حریم هوایی خود را برای عملیات علیه ایران به روی اسرائیل و آمریکا می‌بندند پیامدهای نظامی عمیقی دارد. میگه تو این شرایطی که رخ داده، فارغ از اینکه خاص کشور سعودی، کشور امارات و کشورهای دیگر چه باشد، اینا دارن تاکید میکنن علیه ایران همکاری نخواهند کرد. و میگه این معنای خودش داره، این پیام خودش داره. این نشون میده که اینا با وجود اینکه رضایت ندارن و دوست دارن ایران به چالش بکشه کشیده بشه، میدونن چه هزینه‌های ترسناکی این قضیه میتونه داشته باشه. جنگنده‌های اسرائیلی اکنون باید از یک مسیر پیچیده از طریق دریای سرخ و دور زدن شبه جزیره عربستان برای نزدیک شدن به حریم هوایی ایران استفاده کنند، که البته به سوختگیری هوایی و همه امکانات دیگر نیاز دارد، که در چنین عملیاتی حساس که ممکن است بارها تکرار شود ضرورت می‌یابد در یک جنگ موشکی ایران در یک جنگ موشکی شرکت بکنند، که یه طرفش منظورش اینه که ایران موشک شلیک بکنه و میگه ایران ممکنه پیروز بشه، چون اینا هی این مسیر رو باید برن بیان ادامه پیدا بکنه و این میتونه براشون چالش برانگیز بشه. اینکه تا چه حد اقدام هماهنگ کشورهای خلیج فارس برای متقاعد کردن آمریکا به کاهش تنش موفق خواهد بود هنوز مشخص نیست، زیرا تا حد زیادی به نرم شدن موضع نتانیاهو بستگی دارد که هیچ نشانی از آن دیده نمی‌شود. با این حال بایدن رئیس جمهور آمریکا سهم خود را با تماس تلفنی با بایدن سعی کرده به اصطلاح خودمون به جا بیاره، که اونم تفرد رفته و از این صحبت ها. من نکته‌ای که میخوام خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم اینه، یه زمانی سعودی ها، اماراتی ها و امثال اینها برای اینکه ایران دچار بحران بشود له له می‌زدند. اینا تلاش میکردن بخشی از چالشی باشن که ایران رو تضعیف بکنه. درک اینها نه با رسانه، نه در حوزه دیپلماسی، در میدان به شکلی تغییر کرد که الان سعودی مسئله رو این شکلی میفهمه. اگر ایران دچار بحران بشود، ترجمهش اینه که من قربانی داستان میشم. ترجمهش اینه که چالشای من بیشتر میشه. بریم ادامهش رو با هم ببینیم. میگه که در همچین شرایطی، بله، درباره نوع اقدام علیه ایران گفتگوهایی داشتن طرف آمریکایی و مقامات غربی و ارتش و اطلاعات رژیم سعی کرده تلاشای انجام بده به ایران اشراف داشته باشه. میگه یکی از مسائلی که اینا روش تمرکز کردن درباره تاسیسات هسته‌ای ایران، آنها به تمام نقاط کشور پراکنده هستن، زیرساخت‌های حیاتی را در اعماق کوه‌ها ایران رفته دفن کرده، مطمئناً حمله موشکی ایران در اول اکتبر نشان داده که ایران اطلاعات بسیار دقیقی دارد، میداند چه هدفی را کجا و چه زمانی مورد حمله قرار دهد. در کشور کوچکی مانند اسرائیل پنهان شدن دشوار است، هرچند که تهران ممکن است آنقدر به سطح پایین تنزل نکند که بخواهد حریفان خود را نابود کند. میگه ممکنه ایران دنبال نابود کردن صهیونیست‌ها نباشه، ولی اگه بخواد درش کاری نداره، چون منطقه کوچیکیه. بعد میگه فارغ از اینکه منطقه کوچیکه، یه بار ایران قدرت خودش نشون داده با شناسایی اهداف و زیر ضربه بردن. اصلا کار ساده ای نیست. شما از 1600 کیلومتر آنسوتر تو یک منطقه کوچولو نقطه ای رو شناسایی بکنی، بتونی درست به موشک توضیح بدی که باید از سامانهای دفاعی عبور بکنه، هیچ مشکلی نباید براش پیش بیاد، چپ و راست هم نباید بره، مستقیم بره بدون خطا بخوره به اون هدف. این شاهکاره، این چیزی که ایران نشون داد و الان روی تحلیل‌های مختلف اثر خودش رو داره به خوبی نشان میده، شاهکاره. میگه به طور کلی با در نظر گرفتن همه جوانب، اوضاع یک زیبای وحشتناک است که در خاورمیانه در حال تولد است. تا چه اندازه ایالات متحده برای نجات اسرائیل پیش خواهد رفت؟ این سوالی است که کسی نمی‌داند. آغاز همگرایی کشورهای عربی که این هفته مشهود است و امتناع از هر گونه حمله به ایران و نشانه همبستگی اسلامی که شگاف‌های فرقه‌ای را پر میزنند، به طور اساسی به عنوان
نقاط عطف در نظر گرفته شده. این اولین نکته است. میگه تو منطقه اینا داره دیده میشه. همبستگی اسلامی اینا چیه؟ همبستگی اسلامی کجا بود؟ نه اینا ترسیدن آقا. اینا ترسیدن. اینا میدونن علیه ایران لحظه ای حس بکنن میتونن در مقابل ایران وایسن رحم نمیکنن. بعد از شهادت یحیی سنوار ببینید توی توییتر دارن چیکار میکنن، چه هلهله ای میکشن، چه خوشحالن. دیگه نتونست خودشو پنهان کنه، ذات کثیفش ریخ بیرون. و البته کار برای عرب هم خیلی خوب جواب اینا رو داده. در مقابل ایران هم همینه، او ترسیده است، همبستگی اسلامی و اینا نداره، ترسیده داره این کارو میکنه. میگه این جنگ کوتاه و مختصری نخواهد بود. یک کهنه سرباز باهوش آمریکایی که در جنگ خلیج فارس مشاور سابق پنتاگون بوده، در دوره ترامپ مسئولیت داشته، مورخ برجسته است، به درستی شباهتهایی با جنگ 30 ساله اروپا ترسیم کرده. جنگی که به عنوان نبردی بین دولت‌های کاتولیک و پروتستان در امپراتوری مقدس روم آغاز شد، اما به تدریج از مسائل مذهبی فراتر رفت و به مبارزه سیاسی تبدیل شد. بیشتر بر سر اینکه کدام گروه در نهایت در اروپا حکومت خواهند کرد و سرانجام هم چهره ژئوپلیتیک اروپا را تغییر داده. میگه این شبیه همونه. از نگاه اینا آن چیزی که در منطقه غرب آسیا داره رخ میده شبیه همونه. میگه برای نقل قول از مقاله‌ای در سال 2017 توسط یک کهنه سرباز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در نقاط بزرگی چون پاکستان، افغانستان، لبنان، عراق، آسیای مرکزی، قفقاز، عربستان سعودی و بالکان مستقر بوده. آها این میگه به بهانه صلیب سرخ تو این کشورها اومده، حضور داشته. یعنی احتمالاً ایران هم اومده، اینجوری که این ادعا داره میگه. میگه 2017 یک گزارش نوشته، تو این گزارش گفته یک درگیری پیچیده و طولانی بین طرفهای مختلف که در زبان مدرن به عنوان بازیگران دولتی و غیر دولتی شناخته میشوند به وجود آمده. در عمل این جنگ مجموعه از درگیری‌های بین‌المللی و داخلی مجزا ولی مرتبط را به وجود آورده که توسط نیروهای نظامی منظم و نامنظم، گروه‌های پارتیزانی و ارتش‌ها، خصوصاً سربازان وظیفه در حال انجام شدن است. اتفاقات خاورمیانه را داره میگه. واقعیت این است که جنگ خاورمیانه در شرایط کنونی جنگجویان، تماشاگران و ناظرانی دارد که با تحول درگیری به یک جنگ صلیبی امروزی ممکن است وارد میدان شود که میگه ممکنه مانند وارد میدان شوند مثل ترکیه و مصر. میگه حتی ممکنه اینا هم وارد میدان بشن اگه این مسئله بالاتر بگیره. من تصور نمی کنم. شاید شهروندان اینها کسانی باشن درشون که دوست داشته باشن در این جنگ مشتی به دهن رژیم صهیونیستی بزنن. اینا به قیافشون نمیخوره این کار رو بکنن. اونی که اومده مثلا همچین حرفی رو در تصور خودش آورده توی این گزارش، تصور میکنه اینا مسلمونن، اینا غیرتی روی اسلام دارن، اینا سنوار کشته شد یه سری از اینا خوشحال بودن، کجای داستان دارن میبینن؟ نه، اون بخشی از این گزارش که من خیلی قبولش دارم این هست که منطقه ما قیافش داره تغییر میکنه و تغییر خواهد کرد و این در راستای منافع ایران و بچه‌های مقاومت خواهد بود. رژیم در شرایطی نیست که بتونه در مقابل مقاومت دوام بیاره. ما حرف خیلی گنده‌ای داریم میزنیم. یه چیزی که غربیا بهش میگن کشور، ما میگیم باید از اینجا بکنه بره و این کار باید صورت بگیره. این بایده. حرفمون حرف گنده‌ایه ولی پاش وایسادیم. کلی تغییرات اتفاق افتاده در منطقه، در ادامه هم این مهم به یاری حضرت الله محقق خواهد شد. طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. از دوستان خودم درخواست میکنم حتما یک مسئله رو هم بهش توجه بکنن به عنوان مسئله پایانی که دارم میگم. ما در هفته تبلیغات هستیم. بنر رو دارید روی صحبت های من مشاهده میکنید. تمام فعالیتی که ما داریم انجام میدیم، کاری که داریم پیش میبریم از طریق این بنر داره صورت میگیره و من درخواستم از دوستانم اینه اگر اجرای ما، فعالیت ما، حضور ما در مقابل دوربین و این محتواهایی که داره ارائه میشه مورد پسنده، اگر احساس میکنید که دوست دارید از ما حمایت کنید، اگر حس میکنید اینها به ما میتواند انگیزه بدهد، یک ریال هم شده از طریق بنری که دارید میبینید از ما حمایت داشته باشید. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.